در خط تازه ترین خبرها، اعلام موجودیت چریک های جبهه مقاومت ولسوالی بگرام ولایت پروان. همچنان خطرناکترین مجرمین در هرات توسط طالبان بازداشت شدند. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تسهیل کمک به افغانستان را تایید کرد. طالبان از کشف انبار سلاح‌ها و مهمات علیپور در بهسود خبر دادند. شکست افغانستان، بیش از نصف مردم امریکا دیگر به ارتش اعتماد ندارند. سلام و کانال ما خوش آمدید. خبر بعدی، 147 تن در جریان ماه گذشته به اتهام ارتکاب جرائم جنایی در هرات بازداشت شدند. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت هرات میگویند که در یک ماه گذشته 147 فرد متهم به جرائم دزدی، تولید مشروبات الکلی، قتل و اختطاف را بازداشت کردند. محمود شاه رسولی، مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی هرات، به روزنامه 8 صبح گفت که بیشتر این افراد در جرائم سرقت‌های مسلحانه و تولید و فروش مشروبات الکلی دست داشتند. قماندانی امنی طالبان برای هرات در حال از بازداشت مجرمان خبر می‌دهد که در دو روز گذشته 3 دانش آموز یک مکتب خصوصی در هرات ربوده شدند. خانواده‌های دانش آموزان ربوده شده تاکنون در این مورد به رسانه‌ها صحبت نکردند. مسئولان استخبارات طالبان با تایید 3 رویداد اختطاف از ارائه جزئیات بیشتر خودداری می‌کنند. هرات پیش از این نیز گواه اختطاف و افزایش جرایم جنایی بوده است. شهروندان هرات از مسئولان امنیتی طالبان می‌خواهند جلو آدم‌ربایی‌ها و دزدی‌ها را بگیرند. خبر بعدی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تسهیل کمک به افغانستان را تایید کرد. شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت آرا دومین پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره تسهیل کمک به افغانستان را تصویب کرد. این قطعنامه در عین حال کمک‌های مالی را از دست طالبان دور نگه می‌دارد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این قطعنامه اولین گام سازمان ملل پس از ماه‌ها کشمکش بر سر چگونگی جلوگیری از یک فاجعه انسانی در بهبوبه فروپاشی اقتصادی افغانستان پس از تسلط طالبان است. این قطعنامه که امروز تایید شد بر رغم تحریم‌های سازمان ملل علیه طالبان پرداخت وجوه سایر دارایی‌های مالی یا منابع اقتصادی، ارائه کالاها و خدمات لازم برای اطمینان از ارائه به مواقع کمک را مجاز کرده است. خبرگزاری فرانسه نوشته است که این کمک‌ها نقض تحریم‌های اعمال شده بر نهادهای مرتبط با طالبان است. پیشنویس قطعنامه قبلی ایالات متحده درباره معافیت‌های موردی از تحریم‌ها بوده که توسط چین و روسیه که دارای حق و ویتو اند رد شدند. همچنین هندوستان از محدود نشدن زمان اعتبار قطعنامه انتقاد داشت، اما در قطعنامه جدید زمان آن به یک سال محدود شده است. در همین حال یک دیپلماتی که خواست نامش فاش نشود در اوایل این هفته به خبرگزاری فرانسه گفته بود که اگر شواهد وجود داشته باشد که از معافیت سوء استفاده می شود یا پول به دست افراد تحریم شده می رسد، امکان لغو آن وجود دارد. با گفته او در افغانستان امدادگران ممکن است در معاملات مالی با وزارتخانه هایی که توسط افراد تحریم شده اداره می شوند مشارکت داشته باشند. این قطعنامه تضمین میکند که امدادگران تحریم ها را نقض نمیکنند. او استدلال کرد که این نه تنها برای نجات جان مردم افغانستان بلکه برای فعال کردن سازمان های بشردوستانه برای پاسخگویی است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آمریکا 9.5 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد و بانک جهانی نیز کمک های خود را به کابل به حالت تعلیق درآورد. اعلام موجودیت چریک های جبهه مقاومت ولسوالی بگرام ولایت پروان. یک گروه چریکی در ولسوالی بگرام ولایت پروان حمایتشان را از جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کردند. با گزارش سپوتنیک، نوار تصویری که در اختیار آماج نیوز قرار گرفته است، گروه مسلحی را که در ولسوالی بگرام ولایت پروان نشان می‌دهد که با حمایت از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و استادگی در برابر طالبان سخن می‌زنند. این در حالی هست که گروهی از جوانان در ولایت کابل نیز چند قبل در یک نوار ویدیویی در حمایت از جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و استادگی در برابر طالبان سخن می‌گویند. پیش از آن یک گروه دیگر جوانان حامیان مسعود در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان همچنان حمایت خود را از جبهه مقاومت ملی اعلام کرده بودند. خبر بعدی،
طالبان از کشف انبار سلاح و مهمات علیپور در بهسود خبر دادند. خبرگزاری باختر گزارش داده است که نیروها استخبارات طالبان در ولسوالی بهسود میدان وردک 3 انبار سلاح و مهمات عبدالغنی علیپور را کشف کرده اند. طبق این گزارش از این دیپوها مقدار زیاد سلاح‌های سبک و سنگین، دوربین‌های شب‌بین و مهمات به دست آمده است. عبدالغنی علیپور مشهور به فرمانده شمشیر قبل از سقوط دولت نیروهای خیزش مردمی را در بهسود علیه طالبان به کوچی‌ها رهبری می‌کرد. اما حدود یک سال قبل توسط حکومت اشرف غنی سرکوب بر نیروهایش نیز متلاشی شد. روابط حکومت پیشین و علیپور پس از آن وارد تنش شد که نیروهای دولتی اوایل حدود سال گذشته با لشکرکشی نظامی و بهسود به منظور دستگیری علیپور حدود 10 غیر نظامی معترض را کشتند و 10 نفر دیگر را زخمی کردند. این تنش اما پس از سقوط یک چرخبال ارتش پیشین در بهسود که حکومت علیپور را مسئول می‌دانست وارد مرحله تازه شد و دولت غنی و نیروهای بیشتر را به بهسود اعزام کرد. نیروهای دولتی با آنکه موفق به بازداشت علیپور نشدند، اما جبهه مقاومت تحت رهبری او متلاشی شد. علیپور نیروهایش در برابر پیشروی طالبان که حکومت اشرف غنی را سرنگون کردند، هیچ مقاومت نشان ندادند. پس از تسلط طالبان، از سرنوشت علیپور و نیروهایش خبری نیست. و در پایان، شکست افغانستان. بیش از نصف مردم آمریکا دیگر و ارتش آمریکا اعتماد ندارند. نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط یک سازمان مطرح محافظه‌کار از حزب جمهوری خواه صورت گرفته نشان می‌دهد که اعتماد آمریکایی‌ها به آنچه که پیشتر قابل اعتمادترین نهاد در کشورشان به شمار می‌رفت، یعنی ارتش، به شدت کاهش یافته و به کمتر از 50% رسیده است. طبق نتایج نظرسنجی و بنیاد مؤسسه ریاست جمهوری دونالد ریگان، تنها 45% از آمریکایی‌های شرکت کننده در نظرسنجی اعتماد زیادی به ارتش دارند و این در حالی است که این رقم 2 سال پیش 70% و 9 ماه پیش در ماه مارس 56% بود. با این حال، این درصد از نتایج نظرسنجی گالوب در سال 2021 بالاتر است. در آن نظرسنجی تنها 37% از آمریکایی‌ها به ارتش اعتماد بسیار یا بسیار زیاد داشتند. این کمترین امتیاز از سال 2001 تا کنون است. همین حال که بسیاری از مردم آمریکا اعتماد خود را به ارتش از دست دادند، 40% از شرکت کنندگان گفتند باور دارند ایالات متحده باید نیروهای خود را به تایوان بفرستد و از آن در برابر حمله چین دفاع کند. این به این دلیل است که اکثریت 52% شرکت کنندگان در نظرسنجی چین را بزرگترین تهدید امنیت ملی حال حاضر برای ایالات متحده می دانند. 4 سال پیش تنها 21% از آمریکایی‌ها با چین به چشم یک تهدید می‌نگریستند.